د کابل نیوز ګراوند لیدونکو سلام، رولی ته راغلاس. اشرف غنی د فرمان په ترڅ کې د مصالحې عالی شورا تشکیل غړي اعلان کړل، لیکن یو شمېر شخصیتونو په دغه لست کې جهادي رهبران هم شته دی، یو تعداد نور شخصیتونه هم شته دی، او د دغه شورا د رهبرۍ کسان هم شامل دي پکې. خو د پخواني رئیس جمهور حامد کرزي په شمول یو تعداد کسانو ورسره مخالفت ښودلی، رد کړی ده په دغه شورا کې ګډون. کرزی وایي چې زه سولې دپاره خپل کار ته ادامه ورکوم، لیکن په یو حکومتي تشکیل کې حاضر نیمه چې کار وکړم. حزب اسلامي خو د مخکې نه موقف ده او هغه مخالفت لري. جمعیت په اړه ویل کېږي چې مخالفت لري. سپیدار موقف لا تر اوسه پورې نه دی اعلان کړی. دا چې سپیدار تر اوسه پورې موقف نه دی اعلان کړی، دا په خپل ښکاري چې سپیدار سره حتی مشوره نه ده شوې. دا چې وروسته تایید او کړه دی بېله خبره ده، لیکن تر اوسه پورې موقف چې د سپیدار نه راځي، دا څه وخت چې موږ دا میز ثبتو، نو معنا یې دا ده چې حتی هغې سره مشوره نه ده شوې. نو د رئیس جمهور فرمان په نتیجه کې جوړه شوې شورا دا به وکولی شي د سولې غوندې مهم ملي پروګرام پر مخ بوزي، که نه څنګه وضعیت دی، د دې اغېزمنتوب به څومره وي، په دې باندې بحث کوو. په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي ښاغلی جعفر مهدوي، د ولسي جرګې پخوانی غړی، د ملت ګوند مشر او د پوهنتون استاد. همدارنګه موږ سره بل ملګری دی ښاغلی ذاکر جلالي، پوهنتون استاد او لیکوال. ستړي مشرې په خیر راغلی. جناب مهدوي صاحب، تا یک فرمان تشکیل شورای عالی مصالحه را اعلان کردن. صدور فرمان از طرف رئیس جمهور به خاطر تشکیل شورا اعتبار بخشیده به این شورا یا از اعتبارش کاسته شده؟ چی فکر میکنین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان محترم و مهمانان برنامه. ببینید، ما باید درک کنیم که صلح به عنوان یک بحث استراتژیک و نه یک موضوع عادی و تاکتیکی فعلا بخشی از حیات سیاسی اجتماعی و امنیتی افغانستان را در گرو خود گرفته. به عبارت دیگر، سرنوشت آینده افغانستان در گرو تصمیمات است که ما امروز از او به نام شورای عالی مصالحه یاد میکنیم. یعنی شورای عالی مصالحه یک نهادی در قالب حکومت افغانستان نمی باشد، به خاطری که شما در جریان هستید متاسفانه در نتیجه یک انتخابات پرچالش یک حکومت مسئله دار به وجود آمده و این حکومت نمیتونه که اجماع لازم را در ارتباط با سرنوشت آینده افغانستان تأمین بکنه. فلذا تفاهم شد بین سیاسیون افغانستان که بین دو تیم انتخاباتی طرف های منازع انتخابات باید یک تقسیم قدرت صورت بگیره. در این تقسیم قدرت به حال مجمع ریاست جمهوری و تشکیلات او به دکتر سیف غنی تعلق گرفت. رهبری پروسه صلح به عنوان یک پروسه استراتژیک و تعیین کننده برای افغانستان و مردم افغانستان به برعهده دکتر سیف عبدالله قرار گرفت و قرار بر این شد که مجموع سیاسیون افغانستان، چه کسانی که در به حکومت خوشبین است و چه کسانی که در جایگاه اپوزیسیون قرار داره، از آدرس نظام سیاسی افغانستان در این شورا جمع شوند تا بتوانند که سر آینده صلح افغانستان تصمیم گیری بکنند. اما لیستی که دیروز ارائه شده از طرف ارگ ریاست جمهوری اینطور وانمود میشه، یا حداقل میتوان اینطور برداشت کرد که مجموعه شورای عالی مصالحه و مجموعه سیاسیونی که لیستی از اینا اعلان شده گویا مامور و معاش بگیران و گماشتگان حکومت است. موضوعی که خوب یقینا بسیار از سیاسیونی که در ارتباط با حکومت ملاحظه داره و به حال و اونا برای از نوع ابهاماتی هنوز موجود هست او رو نمیپذیره. من فکر میکنم که ریاست جمهوری
با ارائه لیست دو سه تا ملاحظه خلان دخل کرد. ملاحظه اول است که بله. شورای عالی مصالحه یک از نهادهای توابع حکومت افغانستان و نه دولت افغانستان و طبعا پاسخگو و زیر نظر ارگ ریاست جمهوری، موضوعی که یقینا از طرف سیاسی افغانستان مورد قبول قرار نمیگیره و در اولین واکنش آقای حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان که در رأس لیست بود رسما اعلام کرد که در این لیست قرار نمیگیره. موضوع دوم، البته برخی سیاسیون دیگر هم شنیدیم، حکمتیار صاحب را شنیدیم، دوستم صاحب را شنیدیم، قومی صاحب را شنیدیم که نام ملاحظات جدی دارن. موضوع دیگه است که اگر شما دقت بکنید این لیست است که دو قشر کلان جامعه افغانستان را فراموش کرده و به عبارتی از آدرس اونها نمیتونه نمایندگی بکنه. یک نسل جوان افغانستان که 80 تا 85 درصد جمعیت کشور تشکیل میده و دیگه هم جامعه زنان افغانستان که بیش از 50 درصد جمعیت کشور تشکیل میده. شما میبینید در رهبری شورای عالی مصالحه در جایگاه های اصلی و کلیدی عملا اینها وجود نداره، از نسل جوان که حتی یک نفر هم وجود نداره. نکته دیگه ای است که بیشتر حکومت تلاش کرده مؤتلفین سیاسی که برای از اونها چوکی وزارت یا ولایت نرسیده منه اونها رو وارد از این لیست بکنه تا بتانه قناعت از بار بگیره. فلزا ما باوریم است که با توجه به اهمیتی که پروسه صلح افغانستان داره و ماهیتی که لیست متاسفانه داره، من بسیار بعید میدانم که لیست مورد قبول سیاسی افغانستان، ملت افغانستان قرار بگیره و به عنوان یک شورایی که ظرفیت و مشروعیت رهبری پروسه صلح داشته باشه مورد قبول قرار بگیره. تشکر جلالی صاحب. ولی دسته دا لکه سنگه چه مهدوی صاحبی ویلی امداوست یو تعداد مشرانو رد کرده دا پده کپل کرزه وی چه ز سولی تا خپل حسو تا دوام ورکوم، لیکن یو حکومتی تشکیل که نوارم چه کارو کم، یعنی لکه سنگه چه مهدوی صاحبی ویلی دا یو حکومتی تشکیل ده وس په فرمان باندې لکه څنګه چې موږ ویلې د مامورونو تقرر د شورا چې باید یو ملي تشکیل وي، یو ملي جوړښت وي، دا د سولې په اړه یو پرمختګ دی او که قصدي سبوتاژ دی؟ همدا اوس یو تعداد کسان چې هر څوک خپل اهمیت لري، حکمتیار خپل اهمیت لري، کلسه خپل اهمیت لري، جمعیت خپل اهمیت لري، دا سیاسي احزاب د ګوندونه دي چې په افغانستان کې عملاً قوت لري، دی چې ورکې نه وي نو دا د سبوتاژ ساده او که د جوړولو ساده. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه، سلام تاسو ته او د کابل نیوز تلویزیون ټولو لیدونکو ته. زه فکر کوم اساسي مسله دا ده چې د سولې بحث، د مذاکراتي هیئت د ټاکلو بحث، د مصالحې ادارې شورا بحث په حقیقت کې یو ډیر مهم فرصت و ارګ ته ولسمشر غني ته چې له دې فرصت نه په استفادې هم په کور دننه د دغو سیاسي جهتونو مؤثرو تاثیرګذارو لوریو په سلامه شروع یو سیاسي اجماع رامنځته کړي تر څو دغه پراخ بنسټه دغه هیئت چې مذاکراتي ټیم تشکیلوي او همدار د مصالحې عالي شورا وکولی سي د ټولو لوریو استازیتوب وکړي او طالبانو سره د مذاکرې میز ته لاړ سي. اوس چې دا د مصالحې عالي شورا په کاملا یو دولتي فرمان لارې دغه کسان اعلانېږي او لکه مهدوي صاحب چې ویلي یو ډول د دولت کزدا سیوی مچ د دې شورا او د سولې علي شورا ترمنځ توپیر دی؟ اصلا توپیر نسته. د سولې علي شورا هم دولت اعلانوله، د خپل خواخه دغه د خلکو نمونه هم دولت خپل نوم اعلان کړل له خپل خوا، یعنی هغه استفاده پدې ونسوا چې دغه سیاسيونو سره وارد مخه مشورې وسی، بحثونه وسی، د ټولو په خواخه د ټولو د نظر په شریکولو سره یو د مصالحې شورا جوړ شي. دا کار ونسید د څو ستونزې دا کار زیږی. لومړی دا چې انتخابات تازه تیر شوی دي، متقلب انتخابات ول، جنجالي انتخابات ول، د غب په نتیجه کې حکومت له ګڼو سیاسي لوریو سره حتی د واک له شریک سره ډاکټر عبدالله سره ډېرې ستونزې لري، ډېر مشکلات لري. نو په دې اساس په کار وه چې د دغو لوریو کافی نظرونه یا کافی سلامه شروع سره سوي. د دې ترڅنګ طالبانو سره چې مذاکرات کیږي، د دې مذاکرات نوم انټرا افغان ده، یعنی بین الافغانی مذاکرات، دا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دوه لوریو رسمي مذاکرات نه دي، دې کې به ټول لوري شرکت کوي. اوس دغه ډول په رسمي
انداز کې دا رست اعلانېږي حکومتي کول د دې لست دا شاید الته هم ستونزې راوزېږي او الته هم مشکلات رامنځته ول د سکی زما سوال دا چې ښکاره خبر ده مهدوی صاحب په ډېر ښه شکل تشریح کړل چې دا کوم ستونزې راځي نو آیا ډاکټر صاحب اشرف غنی شعورا او قصدا غواړي چې دغه مشکلات ایجاد کړي یعنی قصدا غواړي سبوتاج کړي دا پروسه که څنګه ډاکټر صاحب اشرف غنی لپایله د سولې پروسې یو ډول اندېښنه لري همیشه کله چې د یعقوب خان بحث مطرح کوي او د ګندمک بحث مطرح کوي دغه نور ډېر مسائل لاغی رئیس چې د سولې هڅې ګړندې سوي دي او جدي سوي دي ډاکټر اشرف غنی یو رواني یو لاندېښنو ډک حالت سره مخ ده همیشه د سولې په وړاندې کله یو دریز دسی کله بل دریز نسی حتی په ځینو مواردو کې متناقض دریزونه نسی نو د ډاکټر اشرف غنی اساسي اندېښنه دا ده چې د فکر کې چې کدا پروسه پر مخ ځي او د دل انحصار او د دل ولکې بیرون د بل چا په مشرۍ دا پروسه پر مخ ځي د دې ویل لري چې شاید د دې پروسې پای د دې باعث چې د ته نور ویل چې بس د دې په ځای باید یو موقت حکومت راسي یا کوم بدیل حکومت یا بل هر یعنی د افغانانو یو شریک حکومت طبعا د سولې پروسې کامیابی کې دا طبیعي ده چې دا حکومت بنئ که چیرته دا حکومت په ځای پاتې وي او هر څه ټکان ونخوري او بدل نسی بیا د سولې پروسې د پایله او پای نور خپل معنا له لاسه ورکوي زه فکر کوم د ډاکټر اشرف غنی اساسي اندېښنه همدا ده متاسفانه موږ داسې یو وخت کې واقع یو چې ډاکټر اشرف غنی نه یوازې دا چې طالبان سره اساسي ستونزې لري بلکې په حکومت کې دننه ډاکټر عبدالله سره له حکومت بیرون نورو سیاسي لوریو سره د مشکلات لري ما چې کله وویل چې د مصالحې عالي شورا اعلان یو ښه فرصت و دی د ملي اجماع د جوړولو په لاره کې اوس تاسو وګورئ مشکل دا و چې ډاکټر اشرف غنی دا لست خپل ټیم سره جوړ کړی او اعلان کړی پدې کې طبي خبر چې حامد کری سره مشوره وکړه حکمتیار سره نه دسیوي صلاح الدین ربانی سره نه دسیوي دغه سره نور جنرال مارشال دوستم سره نه دسیوي ټول سره مشورې نه دسیوي همدا دلیل ده چې دا خلک اوس پدې کې راضي نه دي دا نه یوازې دا چې مرسته نه کوي بلکې نور هم واټن پیدا کوي نور هم مشکل پیدا کوي د او د خپل سیاسي حریفانو ترمنځ بیا نو اساسي چاره څه ده ځکه په همدغه سپاره مرحله کې و کارونه همدغه پر مخ ځي لکه دا مصالحې علي شورا لکه زندانیانو قصه بیا خو نو بیا د دې چاره څه ده په دې نو بیا وروسته خبرې کوم جناب مهدوی صاحب شما قبلا فرمودین که باساس معاهده سیاسی که میان ډاکټر صاحب عبدالله و ډاکټر صاحب اشرف غنی صورت گرفت بعد از انتخابات که قنان نداشتن وردو و اتهامات تقلب برای وجود داشت باساس این معاهده تمام امور مربوط صلح مربوط میشه به ډاکټر صاحب عبدالله فکر نمیکنید ډاکټر صاحب عبدالله بسیار ضعیف عمل میکنن از رهایی زندانیا گرفته که یک مسئله مربوط به صلح است تا به فرمان تشکیل شورای عالی مصالحه ملی هم اگه توسط اشرف غنی صورت میگیره لازم نبود که این کارا توسط ډاکټر صاحب عبدالله صورت میگرفت هم اگه را میخواست جمع میکرد و با مشوره همه با یک توافق میرسیدن خب مشکل متاسفانه در افغانستان ای است که دو مشکل وجود داره یک مشکل ای است که اکثر تصمیم گیری های کلان سیاسی ما توسط نخبگان سیاسی بیرون از مرزهای افغانستان دیکته میشه یک موضوع است که چندان استقلال عمل را ما در تصمیم گیری های سیاسی خود نمیبینیم مشکل دوم است که یک فضای بی‌اعتمادی که وجود داره متاسفانه بین سیاسیون افغانستان ای به شدت مانع بر حال ایجاد هماهنگی و مشوره بین سیاسیون افغانستان میشه ورنه بحث رهبری پروسه صلح در افغانستان چون تنها اگر شما دقت کرده باشید در رهبری پروسه صلح تنها رهبری روند مذاکرات نیست بلکه رهبری یک روند پیچیده مذاکرات و توافقات و به حال مجموع معاهداتی است که اساسات یک افغانستان جدید پس از صلح را اساس گذاری میکنه و یقینا
این موضوع اگر دشوارتر از رهبری حکومت افغانستان نباشه، به اندازه رهبری فعلی حکومت افغانستان این موضوع دشوار و حساسیت برانگیز است. رهبری چون این وضعیتی بدون مشوره با بزرگان سیاسی هیچ امکان نداره. آقای عبدالله به لحاظ سیاسی و مدیریتی ظرفیتی را نداره که بتونه این پروسه سنگین را که در واقع اساس گذاری یک فاز جدیدی از تحولات و معادلات سیاسی در افغانستان است به تنهایی داشته باشه. درستشی بود که آقای عبدالله که با حمایت همی سیاسیون در این موقعیت قرار گرید و اگر حمایت سیاسیون نمی بود آقای عبدالله یقینا با توافق نمی رسید. آقای غنی حاضر نبود امرایش توافق بکنه، لحظه به لحظه کل موضوعات امرای زیاد توافق میکرد و موضوع را رسانه‌ای میکرد کاملا شفاف، همزمان با به حال تصمیم رهبران سیاسی و مردم گرفت. ولی ما متاسفانه شاید از این بودیم که یه عمل صورت نگرفت. رفتاری که دیروز عرق کرد بیشتر شبیه یک نوع کودتای سیاسی است. یعنی بله. تا این لحظه ما کدام واکنش از طرف دکتر سیف عبدالله به عنوان رئیس شورای عالی مصالح ملی ندیدیم. بله. نه تایید و نه رد. باور من این است با توجه به تجاربی که قبلا وجود داشته، من فکر میکنم همین موضوع هیچ مشوره نشده با آقای عبدالله و از طرف بله. رئیس جمهور به صورت کودتاگونه اعلان شده و یقینا یک رفتار کودتاگونه میتونه واکنش هایی داشته باشه که همونطوری که در انصراف رئیس جمهور پیشین افغانستان آقای حامد کرزی شما شاهد بودید، سیاسیون دیگه ای که مشنیدیم اونها انصراف خود از اعلان میکنه و موج از انتقادات گسترده که در بین سیاسیون، مردم، نسل جوان، فعالین زن، فعالین مدنی به وجود آمده. ما در یک نگاه بدبینانه میخوایم صحبت خود جمع بکنم که من حدس میزنم آقای غنی و تیمی که این لیست را مهندسی کرده آمدانه تصمیم را گرفته و هدفشان این بوده که یک تصمیم جنجالی را اعلان بکنه، تقریبا یک مدت مدید را این لیست و جنجال های لیست در بر میگیره. بله. و چون یقینا سیاسیون افغانستان در برابر این واکنش نشان میده، این پروسه صلح اگر با مشکل مواجه شد در روزها و هفته های آینده، در اون صورت بگوید که من لیست اعلام کردم، این سیاسیون بودن که مانع پروسه صلح شدن. من اگه میتر برداشت دارم. بله دکتر صاحب عبدالله من حیث مسئول یا رئیس شورای عالی مصالح ملی چی مکلفیت داره؟ آلی باید چی بکنه در مقابل به قول شما کودتایی که صورت گرفته علیه پروسه صلح؟ مسئولیت دکتر صاحب عبدالله چی ساله؟ من باور نیست که دکتر صاحب عبدالله موضوع را از آجندهای شخصی خارج بکنه، از داد و ستد ها و بدبستان های شخصی خارج بکنه، کنفرانس بگیره و موضوع بسیار شفاف با مردم افغانستان در میان بگذاره، تمام رهبران سیاسی را جمع بکنه در یک نقطه‌ای که همه قابل جمع باشه و بشینن یک تصمیم جدید بگیرن، لیست خود را تکمیل بکنه. رئیس جمهور مطابق توافقنامه مکلف به پذیرش هست، یعنی رئیس جمهور نمیتونه که سبوتاژ بکنه و او را اعلان بکنه. من مطمئن هستم اگر دکتر عبدالله بتونه شفاف و مدیر با قضیه برخورد بکنه و بتونه قناعت مردم و جامعه جهانی رو بگیره و جامعه جهانی به این جنبنده برسه که یعنی لیست میتونه که رهبری پروسه را به دست بگیره، اونا هم حمایت میکنه، آقای غنی مکلف به مرحله پذیرش هست. در اون صورت من فکر میکنم این قصه راه حلی به جز از اون نمیتونه داشته باشه. در غیر از پروسه صلح قبل از شروع و قبل از آغاز دمیر مرحله با بنبست مواجه میشه. درست دکتر صاحب، شما اگر سابقه دکتر صاحب عبدالله را ببینین در زمانی که تصمیم گرفته تانسته که استاد شما مقاومت کنه و موقف سیاسی خود را بقبولانه سر طرف مقابل، در انتخابات ها ما هر دو بار انتخابات چنین چیزی صورت گرفته، حالا اگر خب سر وقت تسنوز معلوم نیست که دکتر عکس‌العمل دکتر صاحب عبدالله چی خواهد بود، تانوز چیزی نگفته، لیکن اگر خاموش میمانه ای اراده خود دکتر صاحب عبدالله خود بود که خاموش میمانه و یا اراده موافق دیگه است که دکتر صاحب عبدالله را مجبور به خاموش ماندن میکنه؟ خب سابقه دکتر صاحب عبدالله نشان داده که نمونطوری که پیشتر عرض کردم در ابتدای صحبت ها که معمولا سیاسیون ما تصمیماتی که میگیره این تصمیمات بیشتر دیکته شده از بیرون از مرزهای افغانستان است. یکی از بدبختی های ما مردم افغانستان همی است.
من فکر میکنم که آقای دکتر عبدالله اگر هم مشوره با بیرون از افغانستان داره برایشون واضح بفهمانه که اگر در ارتباط با این قضیه یک موضع جدی نگیره و در واقع مشارکت همه سیاسیون نداشته باشه، پروسه صلح یقینا با ناکامی مواجه میشه و ناکامی پروسه صلح میتونه یا قبل از زمستان یا بعد از زمستان سرآغاز یک فصل خونینی از جنگ های نیابتی در افغانستان باشه. بسیار زیاد تشکر مهدوی صاحب، سلامت باشین. گران لیدونکو، مهدوی صاحب موږ نه رخصت اخلي، موږ یو لنډ دمل روم او د مینه وروسته د جلالی صاحب سره زمونږ خبرې ادامه لري. یو لنډ دمل.